سلام بچه ها، امیدوارم که در این موضوع احوال کرونایی حال شما و خانوادتون خوب باشه و درگیر این مسائل نباشید. ما میخواییم فصل ششم کتاب شما، یعنی فصل حد و پیوستگی رو آغاز کنیم. فقط یه توضیح بدم اینجا برای اون چند نفر دانش آموز رشته ریاضیمون در دبیرستان یاسین. شما هم فصل آخر کتابتون حد و پیوستگیه، بنابراین این فیلم ها رو من میگم که برای شما هم بارگذاری کنند و شما هم این فیلم ها رو ببینید و حال من پس حد و پیوستگی رو آشنایی مقدماتی رو باش پیدا کنید. حالا ممکنه تمریناتی که ما اینجا حل میکنیم این تمرین جزئی شما نباشه، اب نداره، همینا رو وارد کنید. یعنی اینکه حالا مثلا ممکن تو جزئی شما تمرین هست x به اضافه 3، ما اینجا داریم x به اضافه 4، شما اینی که الان اینجا میبینید رو وارد کنید، حالا تو برگه جداگانه تو دفتری جایی وارد کنید و همینا رو ما استناد میکنیم بهش. خیلی حالا اجباری نداریم حتما همه تمرین های اینم جزوتون باشه. بچه های تجربی هم که اینم داریم از رو جزوه پیش میریم. صفحه 258 فصل حد آغاز میشه. بچه ها چون حد براتون یه من پس کاملا جدیده، ما سعی میکنیم تو این فیلم اول بیشتر تلاش کنیم که شما با مفهوم حد آشنا بشید. اولا که واژه حد در انگلیسی میشه لیمیت. این آیتی آخرش رو برای مخفف کردن برمیدارن. وقتی میسن لیم اف ایکس، این یعنی حد تابع اف ایکس، که من معمولا حالا اینم به این شکلی میسن، یعنی لیم رو حالا در این هم همونجوری ال آی ام میسن لیم اف ایکس، این یعنی حد تابع اف ایکس. حالا وقتی میگیم حد تابع اف ایکس، پایینش یه چیزی میمیسیم، میمیسیم ایکس فلش آ. اینو میخونن ایکس به سمت آ میل میکنن. پس کل این الان خونده میشه حد تابع اف ایکس وقتی ایکس به سمت آ میل میکنن. این یعنی چی؟ یعنی چی کار برای بکنیم؟ یعنی قراره که رفتار تابع اف ایکس رو وقتی x بسیار به آن نزدیک میشه بررسی کنیم. x به سمت آن میل میکنند، یعنی x بسیار به آن نزدیک میشود ولی x اشکا به خدا آن نمیرسد، x اشکا دقیقا مساوی آن نمیشود. x به سمت آن میل میکنند، یعنی x بسیار به آن نزدیک میشود ولی به خدا آن نمیرسه. ما هم ببینیم وقتی x بسیار به آن نزدیک میشه تابع f x چه رفتاری از خودش نشون میده. پس حد تابع اف ایکس وقتی ایکس به سمت آ میل میکنه، یعنی بررسی رفتار تابع اف وقتی ایکس بسیار به آ نزدیک میشه. خب این نزدیک شدن به آ معنیش چیه؟ یعنی چی که بسیار به یه عدد نزدیک شیم ولی به خود اون عدد نرسیم؟ شما فرض کنید من مثلا میخوام ایکس هم به سمت 5 میل کنیم، این یعنی این که بسیار به 5 نزدیک بشم در این حال خود 5 نباشه. خب این نزدیک شدن از دو طرف ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه از سمت اعداد بزرگتر از 5 بیام بسیار به 5 نزدیک شم. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا از سمت اعداد 6 دارم میام به سمت 5 و میخوام به 5 نزدیک شم، میام 5 و نیم، میام 5 و یک دهم، 5 و یک صدم، 5 ممیز بی شمار 0 1. یعنی نزدیک شدنه با اضافه کردن تعداد این صفرا رخ میده دیگه. شما هر بار که 0 بعد ممیزت اضافه کنی عددت به 5 نزدیکتر میشه، در این حالی که به خود 5 هم نمیرسه. یعنی مثلا 5 و 100 بعد یه 0 دیگه اضافه میکنم 5 و 1000، این عدد باز به 5 نزدیکتر شده ولی خود 5 نیست. یه 0 دیگه اضافه میکنم 5 و 1000، باز به 5 نزدیکتر شده ولی خود 5 نیست. این میشه میل کردن از راست، چون اعداد بزرگتر از 5 روی محور اعداد در سمت راست عدد 5 قرار دارن، به این میگن ایکس به سمت این به این میگن ایکس از سمت راست به 5 میل میکنن و با این نماد نشونش میدن ایکس به سمت 5 بالا مثبت میل میکنن. حالا بعضی معلمای ما میگن که نگیم 5 بالا مثبت، بگیم 5 بیشتر. x به سمت 5 از سمت اعداد بزرگتر از 5 داره میل میکنه. و اگر حد تابع f(x) رو
وقتی ایکس به سمت 5 بالا مثبت میل میکنه محاسبه کنیم به این میگن حد راست تاب بچه ها. و همین ترتیب ممکن هم هست از سمت عدد کوچکتر از 5 بیاییم بسیار به 5 نزدیک بشیم، مثلا از سمت عدد 4 بیاییم 4.5 4.9 4.99 هی با اضافه کردن تعداد 9 عدد ما به 5 نزدیک و نزدیکتر میشه، در این حالی که به خود 5 هم نمیرسه 4.999 و الی آخر اینجوری عدد هم هی داره به 5 نزدیک میشه در این حالی که به خود 5 هم نرسیده. این میشه مفهوم میل کردن از چپ، میگن ایکس به سمت 5 بالا منفی میل میکنه یا ایکس از سمت عدد کوچکتر از 5 به 5 نزدیک میشه. حالا اگر حد تابه رو وقت ایکس به سمت 5 بالا منفی میل میکنه محاسبه کنیم به این میگن حد چپ تابه. پس اگر ایکس از سمت عدد بزرگتر از آبا نزدیک بشه ما حد تابه رو محاسبه کنیم به اون میگن حد راست. وقتی ایکس از سمت عدد کوچکتر از آبا نزدیک میشه اگر حد تابه رو محاسبه کنیم به اون میگن حد چپ. تابه زمانی در یک نقطه حد داره که حد راست و چپش موجود و با هم برابر باشن. پس اگر لیمیت اف ایکس ایکس به سمت آ بالا مثبت مساوی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت آ بالا منفی باشه در این صورت میگیم تابع در نقطه حد داره. حالا برای اینکه ادامه بحث رو بهتر متوجه بشید میریم سراغ اولین مثالمون و بحث رو مثال پیگیری میکنیم. اومده میگه که یک بار با کامل کردن جدول‌های زیر و یک بار با رسم نمودار توابع داده شده حدود خواسته شده را بیابید. برای رسم نمودار هم بچه ها ما پشت صفحه جا گذاشتیم، داری اینجا جا کمه پشت صفحه جا هست برای رسم نمودار. در صفحه 258 سوال اولمون قراره که یک بار با کامل کردن این جدول و یک بار با رسم نمودار تابع حد اف ایکس رو وقتی ایکس به سمت یک بالا منفی میل میکنه حد اف ایکس رو وقتی ایکس به سمت یک بالا مثبت میل میکنه و حد اف ایکس رو وقتی ایکس به سمت یک میل میکنه محاسبه کنه. که گفتیم که x به سمت یک بالا منفی میل کنه یعنی x از سمت عدد کوچکتر از یک بیاد یک نزدیک شه. همونطور که میبینید خودشون عددا رو میدن، یعنی شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که من بچه اساس دفعه قبل مثلا نوشتم 4 4 و نیم 4 و 9 دهم، چرا مثلا 4 و 2 دهم نوشتم، چرا 4 و 8 دهم نوشتم. این عدد رو خودشون به ما میگن، یعنی این شکل محاسبه حد به کمک جدول خودشون میگن x داره چه عددی میشه. الان وقتی میخواییم از سمت عدد کوچیکتر از یک به سمت یک بریم خب طبیعتا تو جدول خودش گفته مثلا از صفر داریم میایم به سمت یک، میایم نیم، نه دهم، نود و نه صدم، نه صد و نود و نه هزارم الی آخر، یعنی صفر ممیز بی شمار. وقتی هم از سمت عدد بزرگتر از یک داریم به یک نزدیک میشیم، یعنی از دو میایم به یک و نیم، میایم به یک و یک دهم، یک و یک صدم، یک ممیز بی شمار، صفر یک. ببین در هر صورت ما به خود یک نمیرسیم ولی داریم بسیار به یک نزدیک میشیم. میخواییم ببینیم که مقدار تابمون چی میشه. خب یعنی در واقع بیاییم تو این تابه به جای ایکس را صفر بذارم، به جای ایکس را صفر میذارم جوابم میشه دو. حالا به جای ایکس نیم میذاریم، نیم به اضافه دو میشه دو نیم، نه دهم میذارم میشه دو نه دهم، نود و نه صدم میشه دو نود و نه صدم، نه صد نود و نه هزارم میشه دو نه صد و نود و نه هزارم. و اگر که این تعداد نه ها همجور بیشمار باشه این تعداد نه های این هم بیشمار میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ایکس داره از سمت عدد کوچکتر از یک بسیار به یک نزدیک میشه مقدار تابع من داره بسیار به چه عددی نزدیک میشه؟
بچه ها دو ممیز بی شمار نو، یعنی یه ذره مونده برسیم به سه دیگه، مقدار تابع من بسیار داره به سه نزدیک میشه. این مفهومش اینه که حد چپ تابع من ده نقطه یک برابر با سه. پس وقتی x داره از سمت عدد کوچکتر از یک بسیار به یک نزدیک میشه، مقدار تابع من داره بسیار به سه نزدیک میشه، پس حد چپ تابع شد سه. حالا از سمت عدد بزرگتر از یک مخواهیم این بسیار به یک نزدیک شیم، به جای x دو میذارم جوابم میشه چهار، یک و نیم میذاریم میشه سه و نیم، یک و یک دهم میشه سه و یک دهم، سه و یک صدم، سه ممیز بی شمار صفر یک. یعنی وقتی از سمت اعداد بزرگتر از یک هم داریم بسیار به یک نزدیک میشیم، باز مقدار تابع من داره بسیار به چند عددی نزدیک میشه. بچه ها سه ممیز بی شمار صفر یک یعنی عددی بسیار نزدیک به سه، یعنی مقدار تابع من باز هم داره بسیار به سه نزدیک میشه. پس حد راست تابع من برابر با سه، حد چپ تابع سه، حد راست تابع هم سه. نتیجه این که تابع در این نقطه حد داره و حدش برابر سه. گفتیم اگه حد راست و چپ تابع در این نقطه ما هم برابر باشن، یعنی تابع در این نقطه حد داره و حدش هم میشه همون عدد. یعنی اگه این سه اینم سه، حد تابع کلن میشه سه. پس دیگه برای محاسبه این کار خاصی نکرد. حالا بعد این که ما این حرف رو میزنیم، بعض موقع دانش آموز میگه خب آقا این مسخره بازی ها چیه در میاری؟ یه عدد دو راحت، یه عدد یک راحت، این دو جایگزین کن، یک به اضافه دو میشه سه دیگه. پس اگه به جای ایکس و یک بذاریم جواب میشه سه، پس حد تابع سه دیگه. خب ببینید بچه ها، این که من میام اینجا به جای ایکس ها خود یک رو جایگزین کنم، این مقدار تابع است. یعنی اگه از من اف یک رو بخوان، خب بله من برای محاسبه f1 میام مستقیما هر جا x دیدم به جاش 1 میذارم دیگه، اینجا نزدیک شدن به 1 نداریم. برای محاسبه f1 به جای x خود 1 رو قرار میدم که 1 به اضافه 2 هم میشه 3، پس میام حد تابع برابر بشه مقدار تابع برابر 3. منطقه مرتب آیا حد تابع همیشه با مقدار تابع برابره؟ خیر. یعنی الان تو این مثال بسیار ساده بود که ما حد تابع رو محاسبه کردیم شد سه، مقدار تابع رو اگه به دست می آوردیم همین سه می شد. اما همیشه چنین چیزی برقرار نیست و برای اینکه این تفاوت رو ببینید باید به مثال های بعدی دقت کنیم. اون تا قبل از اون ما خواستیم که با رسم نمودار این تابع هم حدش محاسبه بشه. خب نمودار یه خط راست، خط راست دیگه، تابع درجه اول نمودارش خط راسته. نمودار خط راست چجوری رسم شد؟ دو نقطه دلخواه، مثلا میام به x یه بار میدم چه میدم صفر، یه بار یک، صفر میذاریم جوابمون میشه دو، یک میذاریم جوابمون میشه سه. به کمک همین دو نقطه نمودار من رسم میشه، نقطه صفر و دو، نقطه یک و سه، اینا رو به هم وصل میکنیم و از دو طرف ادامه میدیم. این خط ایگرگ مساوی x به اضافه دوه که هممون به راحتی بلدی رسم کنیم. حالا اینی که از این نمودار حد و محاسبه کنیم یعنی چی؟ بچه ها هر وقت از این نمودار تابع f x خواستید حد تابع رو وقتی x به سمت عامل میکنه به دست بیارید، اول میایید خط x مساوی r رو رسم کنید. یعنی الان که x به سمت 1 میل میکنه، اول میایم خط x مساوی 1 رو رسم کنیم. حالا روی نمودار تابع یک بار از سمت راست و یک بار از سمت چپ بسیار به این خط نزدیک میشیم، به نقطه میرسیم، عرض اون نقطه هرچی باشه به ترتیب میشه جواب حد راست و حد چپ. خب الان چه از راست بسیار به خط x مساوی 1 نزدیک میشن، چه از چپ نزدیک میشن، هر دوبار دارم به نقطه میرسم که عرضش سه. پس هم حد راست تابع سه، هم حد چپ تابع سه، پس کلن حد تابع میشه سه. ولی برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشید لطفا به مثال بعدی دقت کنید. در سوال بعد اومده میگه که تابع f x ما مساوی است با
x به اضافه یک به ازای x های بزرگتر از دو، دو به ازای x های مساوی دو، x منهای یک به ازای x های کوچکتر از دو. و از من خواسته که با پر کردن این جدول و همینطور با رسم نمودار تابل لیمیت f x وقتی x به سمت دو بالا منفی میل میکنه، لیمیت f x وقتی x به سمت دو بالا مثبت میل میکنه و کلا لیمیت f x وقتی x به سمت دو میل میکنه رو محاسبه کن. خوب دقت کنید بچه ها، عدد دو عددی که قرار بهش بسیار نزدیک بشیم ولی بهش نرسیم. این نزدیک شدن به دو از دو طرف میتونه انجام بشه. میتونیم از سمت عدد کوچیکتر از دو به دو نزدیک شیم، یعنی از یک مثلا داریم میایم به سمت دو، میایم یک و نه این ترتیب با اضافه کردن تعداد این نوها عدد هم هی داره به دو نزدیک و نزدیکتر میشه ولی در این حال به دو نمیرسه. این مفهوم میل کردن از چپه که با نماد x به سمت دو بالا منفی نمایش داده میشه. حالا یه بارم داریم از سمت عدد بزرگتر از دو میایم بسیار به دو نزدیک میشیم، یعنی از سه میام دو نیم، میام دو یک دهم، دو یک صدم، دو ممیز بی شمار صفر یک. این بار از سمت عدد بزرگتر از دو دارم بسیار به دو نزدیک میشم ولی در این حال به خود دو نمیرسم. حالا مقدار ایگرگام رو به دست بیاریم در هر حالت و بعد ببینیم که حد تابه چی میشه. بچه ها عدد یک، عدد یک و نیم تا یک ممیز بی شمار نو همگی اعدادی کوچکتر از دو هستن، بنابراین تو ضابطه پایینی جایگزین میشن. یعنی الان وقتی میخوام یک رو تو تابع f قرار بدم چون یک کوچکتر از دوه تو ضابطه پایینی قرار میده، یک منهای یک میشه صفر، یک و نیم منهای یک میشه نیم، یک و نه دهم منهای یک نه دهم، یک و نود و نه صدم منهای یک نود و نه صدم، یک ممیز بی شمار نه منهای یک میشه صفر ممیز بی شمار نو. یعنی وقتی از سمت اعداد کوچکتر از دو داریم بسیار به دو نزدیک میشیم، مقدار تاقمون داره بسیار به چه عددی نزدیک میشه بچه ها؟ بسیار به عددی یک نزدیک میشه. صفر ممیز بی شمار نو یعنی یه ذره مونده برسیم به یک، پس مقدار تاقه داره بسیار به عددی یک نزدیک میشه. این به این معنیه که حد چپ تاقه من یک. حالا از سمت اعداد بزرگتر از دو میایم بسیار به دو نزدیک بشیم. خب بچه ها از سه تا دو ممیز بی شمار صفر یک به هر حال همه اعدادی هستن که از دو بیشترن، بنابراین تو ضابطه بالایی قرار میگیرن. تو ضابطه بالایی به جای ایکس ها سه میزنم، سه به اضافه یک میشه چهار، دو نیم به اضافه یک میشه سه و نیم، دو یک تمام اضافه یک سه و یک دهم، این میشه سه و یک صدم، این میشه سه ممیز بی شمار صفر یک. یعنی وقتی ایکس از سمت اعداد بزرگتر از دو داره بسیار به دو نزدیک میشه، مقدار تابع من داره بسیار به عدد سه نزدیک میشه. سه ممیز بی شمار صفر یک یعنی عددی بسیار نزدیک به سه. این معنیش اینه که حد راست تابع ما برابر سه، و خب چون اینجا حد چپ یکه و حد راست سه، پس کلن تابع در نقطه دو حد نداره. چون گفته بودیم زمانی تابع در این نقطه حد داره که حد راست و حد چپش موجود و با هم برابر باشن. الان حد راست و چپ موجود هست ولی با هم برابر نیستن، حد چپ شده یک، حد راست شده سه، پس تابع در این نقطه حد نداره. زمینی که اینجا متوجه تفاوت حد تابه با مقدار تابه میشید. ببینید فرض کنید که میگفت آقا من این مسخره بازی ها رو نمیخوام اصلا در بیارم، وقتی میگم این تف x x به سمت 2 راحت f 2 رو محاسبه میکنم. بچه ها f 2 یعنی به جای x خود 2 رو بذاریم، و وقتی من به جای x خود 2 رو جایگزین کنم تابه من جواب میده 2.
در حالی که این نه با حد راست برابره و نه با حد چپ و اصلا برابر حد تابع من نیست. پس اینطور نیست که همیشه مقدار تابع همون حد تابع باشه. به لحاظ نموداری هم بچه ها الان مخواهیم نمودار این تابع رسم. خب ضابطه بالایی از ایگرک مساوی ایکس به اضافه یک، اینو قراره به ازای ایکس های بزرگتر از دو بکشم. خب یه بار دو میذارم یه بار سه. آقا دویی که مساوی نداره پس به چپی تو جدول میذاری. اینو قبلا تو فصل تابه بارها توضیح دادیم، این عدد چه مساوی داشته باشد چه نداشته باشد تو جدول قرار میگیره. فقط اگر مساوی داره نقطهش توپر میشه، اگر مساوی نداره نقطه رو توپر میذاری. دو به اضافه یک میشه سه، سه به اضافه یک میشه چهار. بعد یه نقطه داریم به طول دو و به عرض دو. وقتی به ایکس داریم دو ایگرگم شده دو، این یه نقطه است. و بعد خط ایگرگ مساوی ایکس منهای یک رو هم در به ازای ایکس های کوچکتر از دو بکشم. خب به ایکس یه بار دو میدم، یه بار یه عدد کوچکتر از دو مثلا یک. باز یادم باشه که این نقطه دو تو خالیه، دو منهای یک میشه یک، یک منهای یک میشه سه. حالا بریم نمودارمون رو رسم کنیم. نمودار رو اینجا میکشم چون مطمئن نیستم که بقیه تخته داره دیده میشه یا نه. اینجا رسم میشه کنم. دقت کنید بچه ها، نقطه دو و سه که چون دو مساوی نداره باید تو خالی باشه، نقطه سه و چهار، سه و چهار اینا رو به هم وصل میکنیم و فقط از راست ادامه میدیم. این خط هره فقط به ازای ایکسای بزرگتر از دو رست بشه. یه نقطه دو و دو داریم، طول دو عرض هم دو، و بعد نقطه دو و یک که این مساوی نداره پس تو خالیه، نقطه یک و صفر اینا رو هم به هم وصل میکنیم و فقط از چپ ادامه میدیم. این میشه نمودار تابع fx. حالا گفته حد fx رو وقتی x به سمت دو میل میکنه من محاسبه کنم. خب این خط x مساوی دو روی نمودار تابع یک بار از راست و یک بار از چپ به این خط نزدیک میشم. بچه ها از راست که به این خط نزدیک میشیم به نظر میاد که همین الانی که مقدار تابع بشه سه. ببین اینی که نهایتا این نقطه تو خالیه و مقدار تابع سه نشده اصلا مهم نیست، چون ما در محاسبه حد تابع رفتار تابع وقتی بسیار به این خط نزدیک میشیم بررسی میکنیم. اینی که دقیقا روی خود خط چه اتفاقی میفته برامون مهم نیست. یعنی بین نقطه تو خالی و تو پر تو محاسبه حد تابع اصلا شما تفاوتی قائل نشید. وقتی داری از سمت اعداد بزرگتر از دو به دو نزدیک میشی به یه نقطه ای میرسی، این نقطه عرضش سه پس حد راست تابع میشه سه. آقا این نقطه تو خالیه، ببین این مهم نیست، نقطه تو خالیه این مقدار تابع در این نقطه آخر سر سه نشده. ما داریم حد تابع رو محاسبه میکنیم، میخواییم ببینیم وقتی x بسیار به دو نزدیک میشه چه اتفاقی میفته. وقتی x داره بسیار به دو نزدیک میشه مقدار تابع من داره بسیار به عدد 3 نزدیک میشه. این میشه مفهوم حد راست. حالا میخواییم از سمت عدد کوچکتر از دو به دو نزدیک بشیم، به نقطه میرسیم که عرضش 1 پس حد چپ تابع میشه. آها این نقطه تو خالیه، باشه اصلا تو خالی ها تو پر بودن نقطه هیچ اهمیتی برای ما نده، این میشه حد چپ. و خب وقتی حد راست یه عدد، حد چپ یه عدد دیگه، دیگه میگیم تابع حد نداره. یعنی مثل این بازی هستی، بازی که انجام میدیم اگه این دوتا به هم برسن یه نتیجه میگیریم، اگه نرسن نتیجه دیگه میگیریم. اگر از دو طرف که میان اینا به یه نقطه برسن صرف نظر از اینکه این نقطه تو پر باشه یا تو خالی، این به معنی داشتن حده. اما اگر از دو طرف که میای اینا به یه نقطه نرسن یعنی این کتابه در اون نقطه حد نداره. خب بچه ها مثال بعدی رو ببینیم و این ویدیو رو تموم کنیم. حالا مثلا بچه ها یکی از توابعی که بسیار در مبحث حد کمک میکنه به اینکه مفهوم حد بر اونجا بیفته تابعه های جزء سریع.
اومدیم میگه تابع fx هست جزء صحیح x و از من خواسته که به کمک این جدول و همینطور با رسم نمودار تابع لیمیت fx رو وقتی x به سمت 3 میل میکنه به دست بیارم. یعنی یه بار از سمت اعداد کوچیک‌تر از 3 به 3 نزدیک شیم، از 2 میام 2 نیم، 2 نوده، 2 نوده، 900، 2 ممیز بی شمار 9. یه بار از سمت اعداد بزرگتر از 3 میام به 3 نزدیک شیم، 4 میام 3 و نیم، 3 و 1 دهم، 3 و 1 صدم، 3 ممیز بی شمار 0. میخوایم به خود 3 نرسیم ولی بسیار بهش نزدیک شیم. تا به ترتیب جواب حد چپ در نقطه 3 و حد راست در نقطه 3 به دست بیاد و بعد بر این اساس نظر بدیم که کلن حد تابع fx وقتی x به سمت 3 میل میکنه چی میشه. خب بچه‌ها وقتی از سمت اعداد کوچکتر از 3 داریم بسیار به 3 نزدیک میشه، مثلا عدد 2، جزء صحیح 2 میشه 2، جزء صحیح 2 نیم هم 2، دو سعیه دو نوته هم هم دو، دو نوه نو سد هم هم دو، دو ماهیز بی شمار نو هم جزء سعیهش میشه دو. پس وقتی دارم از سمت عدد کوچکتر از سه بسیار به سه نزدیک میشم، مقدار تابع من هم داره بسیار به عدد دو نزدیک میشه. پس حد چپ تابع من دو، نه خب به دو نزدیک نمیشه، خود دو میشه. باشه، مفهوم میل کردن اینه که به خود عدد نرسیم، ولی حد میتونه دقیقا خود عدد بشه، هیچ مشکلی نیست. حالا از سمت عدد بزرگتر از 3 میخواییم به 3 نزدیک بشیم، 4 جایگزین میکنم، جزسعیه 4 4، اما دیگه 3 و نیم جزسعیهش میشه 3، 3 و 1 دوم میشه 3، 3 و 1 صدوم، 3، 3 ماهیز بی شمار 0، 1 هم میشه 3. یعنی وقتی از سمت عدد بزرگتر از 3 داریم به 3 نزدیک میشیم، مقدار تابع ما میاد و به 3 میرسه. حد چپ تابع 2، حد راست تابع 3، پس این تابع هم در این نقطه حد ندارد. در حالی که باز اگه یکی میمد میگفت آقا اصلا این کارا رو نمیخواد که یه عدد به عدد 3 رو جایگزین کن ببین جواب چی میشه دیگه، یعنی میمد F 3 رو به دست می آورد به اشتباه، خب رو جزء صحیح 3 میشود خود 3 و میگفت جواب میشه 3، در حالی که این برابر مقدار تابع است و به هیچ وجه حد تابع من نیست. بعد هم میگه که به کمک رسم نمودار، خب رسم تابع fx مساوی جزء x رو ما قبلا یاد گرفتیم، زمین که اصلا حفظ هم هستیم، یعنی تابع جزء صحیح x رو مثل مثلا تابع y مساوی x رو میتونیم حفظ باشیم که در فاصله 0 و 1 یه همچین پله‌ایه، بعد از 1 تا 2، از 2 تا 3، از 3 تا 4 همینطور این پله ها ادامه داره، از این برم همینطور تا منفی بی نهایت هم این پله ها ادامه داره. حالا وقتی میگه حد این تابره در x مساوی 3 به دست بیار، هم میگه خط x مساوی 3 رو رسم میکنیم روی نمودار تابع. بچه ها از راست که به این خط نزدیک میشم به نقطه میرسم که عرضش برابر 3، این به این معنیه که حد راست تابع 3، در حالی که از چپ که نزدیک میشم به نقطه میرسم که عرضش 2، این به این معنی که حد چپ 2. پس بچه ها بین نقطه تو پر و تو خالی تو محاسبه حد تفاوتی قائل نمیشیم، یعنی چه اون نقطه‌ای که بهش میرسیم تو پر باشه چه اون نقطه‌ای که بهش میرسیم تو خالی باشه، عرض اون نقطه میشه جواب حد، چون حد یعنی بررسی رفتار وقتی بسیار به این خط نزدیک میشم. وقتی دارم به این خط نزدیک میشم به نظر میاد که همین الانی که مقدار تابع من میشه 2، حالا نهایتاً 2 نشده، مهم نیست، این ربطی به حد تابع نداره و چون باز هم از راست و چپ به دو تا عدد متفاوت میرسی، این معنیشه که تابع در این نقطه حد نداره. خسته نباشید فعلا تا ویدئوی بعدی که بحث رو ادامه میدیم. بریم بحث حد رو پی بگیریم. در صفحه 259 بچه ها یه نمونه دیگه ای از توابعی رو که حدشون ما مقدارشون متفاوته میبینیم.
ببینیم اومدیم یه تابعه فیکس هست رادیکال ایکس منهای 4 و از من خواسته که به کمک این جدول و همینطور با استفاده از رسم نمودار حد تابع فیکس و وقتی ایکس بسیار به 4 نزدیک میشه محاسبه کنم. در واقع وقتی ایکس به سمت 4 میاد من قراره به 4 نزدیک بشم ولی به خود 4 نرسم، یا با رسم تعدد کوچیک‌تر از 4 میتونه این اتفاق بیفته. از 3.5 3.9 3.99 3.2 داریم یه بسیار 4 نزدیک میشیم. یه بارم از سمت عدد بزرگتر از 4، از 5 میام 4.5 میام 4.1 4.1 4.0.1 میانی بسیار به 4 نزدیک میشه ولی به خود 4 نمیرسیم. میخوایم ببینیم که حد تابمون در هر حالت برابر چی میشه. خب بچه ها به وقتی از سمت عدد کوچیکتر از 4 نزدیک میشیم میشه لیمیت فیکس ایکس به سمت 4 بالا منفی، از سمت عدد بزرگتر از 4 میشه لیمیت فیکس ایکس به سمت 4 بالا مثبت و بعد لیمیت فیکس ایکس به سمت 4. خب دقت کنید لطفا، وقتی از سمت عدد کوچکتر از 4 میخوام بسیار به 4 نزدیک بشم خواستن چه این کاری نمیتونم بکنم. با توجه به دامنه این تابه، دامنه این تابه هست x منهای 4 بزرگتر مساوی 3، یعنی x باید بزرگتر مساوی 4 باشه، پس حتی عدد 3.b(9) هم من نمیتونم تو این تابه جایگزین کنم. یعنی اصلا از سمت عدد کوچکتر از 4 نمیشه به سمت 4 نزدیک شد، یعنی این طرف حد موجود نیست. هر کدوم اینا رو بخوام جایگزین کنم زیر رادیکال منفی میشه و در نتیجه تابع من تعریف نشده میشه. پس لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 4 بالا منفی کلا موجود نیست. حالا سمت عدد بزرگتر از 4 میخواییم یه به 4 نزدیک بشیم و بچه ها البته قبل از اینکه حالا 4 بالا مثبت رو حساب کنیم، وقتی حد چپ موجود نیست این میگیم تابه در این نقطه حد ندارد دیگه، چون معلوم این بود که حد راست و حد چپ موجود و با هم برابر باشن. در حال که الان حد چپ مثلا موجود نیست پس تابه حد نداره. فقط چون بچه ها این کتاب 2 ساله که دوباره به این شکل در اومده، من اینو توضیح بدم، تا 7-8 سال قبل همین مدلی بود که الان هست، بعد 5-6 سالی کتابا تغییر کردن. اگه برادر خواهر بزرگتری دارید که داره این فیلمو با شما میبینه براتون توضیح میده، ممکنه اونا جور دیگه ای خوندن. ما یه دوره 4-5 ساله ای اینو به این شکل توضیح میدادیم که اگه حد چپ موجود نیست حد راست هر چی شد میشه حد تابع. یعنی گفتیم اینکه موجود نیست میذاریم کنار، جواب حد راست مثلا اگه شد 0 پس حد تابع صفره. ولی الان دوباره کتاب تغییر کرده به مدل قبل و به مدل 7-8 سال قبل و در نتیجه شما الان دوباره وقتی حد چپ موجود نیست میگید حد نداری. پس جمله خیلی واضحه، حد راست و چپ موجود و با هم برابر باشن تا ما بگیم حد داره. اگر حد چپ موجود نیست این تابع دیگه حد نداره. حالا لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 4 بالا مثبت، از سمت عدد بزرگتر از 4 میایم بسیار به 4 نزدیک بشیم. از 5 شروع میکنم، 5 منهای 4 میشه 1، رادیکالش هم 1، 4 منهای 4 میشه نیم، رادیکال نیم، رادیکال 1/10، رادیکال 1/100، رادیکال 0.b(0.1). یعنی وقتی از سمت عدد بزرگتر از 4 دارم بسیار به 4 نزدیک میشم، مقدار تابع من داره بسیار به عدد 0 نزدیک میشه. بچه ها 0.b(0.1) یعنی عددی بسیار نزدیک به 0، پس حد راست تابمون هم میشه 0. حد چپ موجود نیست، حد راست 0، پس تابع کلا حد نداره. به لحاظ نموداری هم بچه ها دقت کنید اینی که حد چپ موجود نیست این چی؟ اما نمودار اینو غیر از نقطه‌یابی به کمک انتقال هم بلدیم بکشیم. تابع اف ایکس به این شکل بود و وقتی ایکس منهای 4 شده طول نقاط رو به اضافه 4 میکنیم، هر بلایی سر ایکس بیاد برعکسش رو سر طول نقاط میاریم. پس این نمودار رادیکال ایکس منهای 4.
حالا گفتیم برای محاسبه حد تابع وقت x به سمت 4 میل میکنیم، ابتدا خط x مساوی 4 رو رسم میکنیم، بعد این نمودار تابع یک بار از راست یک بار از چپ به این خط نزدیک میشیم. خب این خط x مساوی 4، خب من از چپ اصلا نمیتونم این نمودار نزدیک شم. بچه ها دقت کنید، روی نمودار تابع از راست و چپ به خط x مساوی 4 نزدیک میشیم. در سمت چپ خط x مساوی 4 من اصلا نموداری ندارم که بخوام به خط x مساوی 4 نزدیک بشم، پس فقط از راست میتونم نزدیک بشم، که خب وقتی از راست نزدیک میشم به نقطه میرسم که ارزش صفره، پس حد راست صفره، ولی چون از چپ نمیشه نزدیک شد پس حد چپ موجود نیست، پس تابع کلن در این نقطه حد ندارم. این چند تا مثال به کمک جدول و نمودار ما سعی کردیم مفهوم حد رو بهتر متوجه بشید، گرچه که جدیدن از این جدول ها گاهی سوال امتحانی هم حتی تر میشه، ولی معمولا قبلا از این جدول ها سوال امتحانی نمیمد و بیشتر کمک میکنه به اینکه مفهوم حد رو درک کنیم. ولی حالا نمودار همیشه سوال امتحانی میمد، الان هم میمد. دقت کنید به سوال 2 در صفحه 259 این نمودار رو میخواییم با هم این چیزهایی که خواسته رو محاسبه کنیم. از نظر نموداری میخواییم ببینیم که این تابع وضعیت حدش به چه شکل. این نمودار رسم شده و از من خواستن که میفرف ایکس وقتی ایکس به سمت صفر میمیم کنیم، همینطور اف صفر میفرف ایکس وقتی ایکس به سمت یک میمیم کنیم، همینطور اف یک میفرف ایکس وقتی ایکس به سمت دو میمیم کنیم، و همینطور اف دو میفرف ایکس وقتی ایکس به سمت سه میمیم کنیم، همینطور f3 لیمیت f x وقت x به سمت منفی 3 میلی میکنه، و f منفی 3 لیمیت f x وقت x به سمت منفی 2 میلی میکنه، و f منفی 2 و لیمیت f x وقت x به سمت منفی 1 میلی میکنه، و f منفی 1 رو محاسبه. خب دقت کنید، چون ما دنبال نمونه ای از سوالات نموداری میخواییم این سوال رو حل کنیم، ولی به سوالات دیگر حل نخواهیم کرد، پس همین نمودار رو به دقت گوش بدید. لیمیت اف ایکس وقت ایکس به سمت منفی 3 میلی میکنه، خب برش شد ابتدا خط ایکس مساوی منفی 3 رو رسم کنم. حالا روی نمودار تابع یک بار از راست و یک بار از چپ به این خط نزدیک می شویم. عرض نقاطی که با آنها می رسیم به ترتیب برابر حد راست و حد چپ تابع خواهد بود. بچه ها وقتی از راست دارم بسیار به این خط نزدیک می شم، به نقطه می رسم که عرض 3، تأکید می کنم تو خالی یا تو پر بودن نقطه تأثیری در محاسبه حد تابع نداره. یعنی اینکه این نقطه الان تو خالیه، این مربوط به مقدار تابه است، تو حد تابه تأثیر نداره. من وقتی از سمت اعداد بزرگترم منفی 3 دارم به منفی 3 نزدیک میشم، به نظر میاد که همین الانی که مقدار تابه من بشه 3، حالا نهایتا 3 نشده، ولی این دیگه مربوط به حد تابه نیست. حرف راست تابه وقتی x به سمت منفی 3 میل میکنن میشود 3. حالا لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت منفی 3 بالا منفی، از سمت عدد کوچیکتر از منفی 3 به منفی 3 نزدیک میشیم، به نقطه میرسیم که ارزش منفی 1ه، پس حد چپ تابع منفی 1ه.
حد راسته، حد چپ منفی یک، یعنی تابع در این نقطه هر نداره. حالا میگه F منفی 3. F منفی 3 یعنی دقیقاً روی خط X مساوی منفی 3 ما نمودارمون چند شده. خب وقتی میام دقیقاً روی خط X مساوی منفی 3 رو نگاه میکنم، میبینم دقیقاً روی این خط نمودار من اصلا تعریف نشده، یعنی هیچ جا روی این خط من نقطه توپر ندارم، هیچ جا نیست که این خط نمودار تابع من رو قطع کرده باشه، پس F منفی 3 هم تعریف نشد. لیمیت F X به سمت منفی 2، خب این خط X مساوی منفی 2 روی نمودار تابع یک بار از راست یک بار از چپ به این خط نزدیک میشویم. هم وقتی از راست نزدیک میشم به نقطه میرسم که ارزش 2، هم وقتی از چپ نزدیک میشم به نقطه میرسم که ارزش 2. اگرچه که این دو تو خالیه و نهایتا مقدار تابع من 2 نمیشه، ولی مهم نیست. مهم اینه که وقتی دارم میام به سمت عدد منفی 2 به نظر میرسه که مقدار تابع من همین الانی که بشه 2. پس هم لیمیت f x به سمت منفی 2 بالا مثبت برابر 2، هم لیمیت f x به سمت منفی 2 منفی برابر با 2. پس کلن لیمیت f x به سمت منفی 2 برابر میشه با چند؟ 2. حالا f منفی 2 دقیقا روی خط x مساوی منفی 2 مقدار تابع چند شده؟ منفی 1، چون نقطه توپر اینجا داریم، پس f منفی 2 میشود منفی 1. لیمیت f x به سمت منفی 1، این خط x مساوی منفی 1 روی نمودار تابع یک بار از راست یک بار از چپ به این خط نزدیک میشویم، عرض نقاطی که با آنها میرسیم به ترتیب برابر حد راست و حد چپ تابع خواهد بود. از راست نزدیک میشم به نقطه میرسم که عرضش 1، پس لیمیت f x به سمت منفی 1 بالا مثبت میشه 1، ولی از چپ که نزدیک میشم به نقطه میرسم که عرضش 3، پس لیمیت f x به سمت منفی 1 بالا منفی میشود 3. حد راست 1، حد چپ 3، نتیجه این که تابع در این نقطه حد ندارد. اما مقدار تابع f منفی 1، f منفی 1 یعنی دقیقا روی خط x مساوی منفی 1 چه اتفاق افتاده؟ خب روی خط x مساوی منفی 1 نقطه من اینجاست که عرضش هم 1، پس f منفی 1 میشه 1. همونطور که می‌بینید حد و مقدار تابع خیلی حالتاشون متنوعه. ممکنه تابع در این نقطه حد نداره، مقدارش هم تعریف نشده. ممکنه حد داره، مقدار هم داره، ولی با هم برابر نیست. ممکنه حد نداره ولی مقدار داره. ممکنه مثل نقطه صفر الان خواهید دید حد داره، مقدار هم داره، با هم برابره. ببین من الان چه از راست به خط x مساوی صفر نزدیک بشم، چه از چپ به خط x مساوی صفر نزدیک بشم، چه از راست روی نمودار تا به این خط نزدیک بشیم، چه از چپ روی نمودار به این خط نزدیک بشیم، هر دو بار به نقطه‌ای دارم میرسم که عرضش برابر 1. پس هم حد راست 1، هم حد چپ 1. نتیجه این که تابع در نقطه صفر حد داره، حدش هم 1. لیمیت f x به سمت صفر میشود 1. و f صفر یعنی دقیقا روی خط x مساوی صفر نمودار کجا قطع شده؟ خود خط x مساوی صفر نمودار من اینجا قطع کرده. این نقطه ارزش چند؟ 1. پس این بار حد داره، مقدار هم داره، با هم برابر. که در آینده در درس سوم این فصل خواهیم خوند که به این میگن پیوستگی. یعنی پیوسته بودن دقیقا به همین معنیه که تابع در این نقطه حد و مقدارش با هم برابر باشن. الان در نقطه صفر تابع پیوسته است، چون حد راست و حد چپ و مقدار تابع همین یکسان. حالا بچه ها به نقطه یک دقت کنید. میایم خط x مساوی 1 رو رسم میکنیم. حالا روی نمودار تابع باید یک بار از راست یک بار از چپ به این خط نزدیک بشیم، عرض نقاطی که با آنها میرسیم برابر حد راست و حد چپ تابع خواهد بود. خب من اصلا از سمت راست نمیتونم به این خط نزدیک شم،
از سمت راست به این خط نزدیک شدن امکان پذیر نیست. درسته که در سمت راست این خط نمودار داریم، ولی حد معنیش اینه که بسیار به این خط نزدیک بشیم، یعنی در واقع به این خط برسیم، ولی حالا روی خود خط محتمل تو خالی باشه یا تو پر باشه مهم نیست. ولی اینجا اصلا نمودار من به این خط نمیرسه، به این خط نزدیک نمیشه، پس اینجا چیزی به نام حد راست موجود نیست، از سمت راست نمیشه به خط x مساوی 1 نزدیک شد. و خب وقتی حد راست موجود نیست، پس کلن هم تابه در این نقطه حد ندارن. ولی حالا حد چپش هم برای تمرین حل میکنیم، از چپ به خط x مساوی 1 نزدیک میشم، به نقطه میرسم که عرضش 1، پس حد چپش 1. ولی خب چون حد راست موجود نیست، پس کلن حد نداره. و F1 یعنی روی خود خط x مساوی 1 نقطه توپر کجا داریم، نداریم اصلا چیزی به نام F1 برای ما تعریف نشد. لیمیت Fx به سمت 2، اون خط x مساوی 2 روی نمودار تابع یک بار از راست یک بار از چپ به این خط نزدیک میشم. خب از راست به این خط نزدیک میشم، به نقطه میرسم که ارزش 2ه، پس لیمیت Fx به سمت 2 بالا مثبت میشود 2. اما از چپ اصلا نمیتونم به این خط نزدیک بشم، در سمت چپ این خط نمودار زیاد هست، اما هیچ کدوم مفهوم میل کردن رو نشون نمیدن. میل کردن یعنی به این خط برسیم، ولی روی خود خط نقطمون اگه تو خالی بود مهم نباشه. الان من از سمت چپ اصلا نمیتونم به خط x مساوی 2 نزدیک بشم، پس لیمیت Fx به سمت 2 بالا منفی اصلا موجود نیست. و خب وقتی حد چپ موجود نیست، پس تابه در این نقطه حد نداره. و F2 یعنی عرض نقطه توپر روی خط x مساوی 2. رو خط x مساوی 2 نقطه توپر من اینجاست، عرض این نقطه چنده 2، پس F2 میشود 2. لیمیت Fx به سمت 3، خط x مساوی 3 رو رسم میکنیم. حالا روی نمودار تابع یک بار از راست و یک بار از چپ به این خط نزدیک میشدیم. هر دو بار دارم به نقطه میرسم که عرضش برابر 1، پس لیمیت Fx به سمت 3 بالا مثبت هم میشه 1، لیمیت Fx به سمت 3 بالا منفی هم میشود 1. نتیجه این کتابه در این نقطه حد داره، حدش هم 1، پس لیمیت Fx به سمت 3 کلن میشه 1. اما F3 این عرض نقطه توپر روی خط x مساوی 3، در واقع باید ببینیم خط x مساوی 3 نمودارمون رو کجا قطع کرده. خب اینجا اصلا قطع نکرده، چرا؟ چون این نقطه هم که قطع شده تو خالیه، پس خط x مساوی 3 نمودار من اصلا قطع نکرده، پس چیزی به نام F3 تعریف نشده. پس همونطور که این ممکن هم هست که تابه در این نقطه حد داشته باشه اما مقدارش تعریف نشده باشه، پس هر حالتی امکان پذیره توی مسائل حد. خب بچه ها حالا با همین توضیحاتی که دادیم، شما خودتون میتونید سوالات صفحه 260، 261، 262 رو به راحتی حل کنید. من فقط سوال 13 در صفحه 262 رو حل میکنم، چون نمودار منفی 1 به توان جزء x رو قبلا براتون رسم نکردیم، این یه دونه سوال رو الان حل میکنم. دقت کنید که بچه ها این ویدیوها به شما قراره کمک کنید که دیگه حالا بقیه من پس رو از روی کتاب های کمک آموزشیتون بهتر متوجه بشید. در واقع ما در این ویدیوها سعی میکنیم جوری مطلب رو توضیح بدیم که بعد دیگه بقیهش رو اگر از روی کتاب های کمک آموزشی بخونید بهتر متوجه بشید. طبیعتا خیلی وقتی برای تست زدن جدا نداریم و تست هم از رو کتاب های کمک آموزشی تون سعی میکنید که بزنید. به هر حال یادتون باشه که هر شب قبل خواب اول کتاب بعد این استا و کارهای دیگه تون انجام بدیم و که به این ترتیب میرسید که مطالب رو به خوبی یاد بگیرید. درسته که حالا مدرسه تعطیل شده، اون ارتباط معلم و دانش آموز بد شده،
ولی شما اگر بخواید استارت رو با این ویدئو میزنید و بعد بقیه مطلب رو خودتون از روی کتاب‌های کمک آموزشی میتونید بخونید. در صفحه 262 سوال 13 میخوام حل کنم. میگه که در تابع FX مساوی منفی یک به توان جزئی X تابع را الف تابع را در بازه صفر بسته و دوی باز رسم کنید، به جدول زیر را کامل کنید. تو این جدول اومده یک بار از سمت اعداد کوچکتر از یک بسیار به یک نزدیک شده، یه بار از سمت اعداد بزرگتر از یک اومده بسیار به یک نزدیک شده. و بعد قرصای حد تابع در ایکس مساوی یک موجود است. شد بچه ها برای رسم نمودار این تابع، خب ما پله پله میکنیم بازی صفر تا دو رو میگیم و در این فاصله آیا عدد صحیحی داریم؟ بله، عدد یک. پس یه بار میگم ایکس بین صفر و یک، یه بار میگم ایکس بین یک و دو. حالا اگه ایکس بین صفر و یک باشه جزء صحیح x میشه عدد صحیح کوچیکتر یعنی صفر، و y میده منفی یک به توان جزء صحیح x، پس y میشود منفی یک به توان صفر یعنی y میشه یک. و اگر که x عددی بین یک و دو باشه جزء صحیح x میشود یک، و ایگره میشه منفی یک به توان یک یعنی میشه منفی. حالا برای رسم نمودار دقت کنید، وقتی ایکس عددی بین صفر و یک باشه ایگره اون میشه یک، پس خط ایگره مساوی یک رو من در فاصله ایکس های بین صفر بسته تا یک باز پررنگ میکنم. از صفر بسته تا یک باز خط ایگرگ مساوی یک رو رسم میکنم. حالا وقتی ایکس عددی بین یک و دو باشه ایگرگ اون میشه منفی یک، پس در فاصله ایکس های بین یک و دو خط ایگرگ مساوی منفی یک رو پررنگ میکنم. خط ایگرگ مساوی منفی یک در فاصله ایکس های بین یک و دو. نمودار من به این شکل رسم میشه، این نمودار تابمون در فاصله صفر تا دو فقط در این بازه خاصه. حالا اگه همینجوری میخواییم بدونیم این همینطور تا بی نهایت ادامه داره، یعنی دوباره یه واحد اینجا یه واحد این پایین یه واحد اینجا یه واحد این پایین از این برم همینطور یه واحد یه واحد یه واحد یه واحد تا از هر طرف تا بی نهایت همیشه ادامه. به عبارت دیگه این یک تابع متناوب با دوره تناوب دوی چجوری مثلا تابع سینوس و کوسینوس رو قبلا گفته بودیم که متناوبن، این هم یک تابع متناوبه که همین قسمت تا بی نهایت تکرار میشه. برحال همینجا اصلا قبل از پر کردن جدول هم کاملا مشخصه که این تابع در نقطه یک حد نداره، چرا که همونطور که دارید میبینید وقتی از سمت اعداد بزرگتر از یک بسیار به یک نزدیک میشیم مقدار تابمون میشه منفی یک، وقتی از سمت اعداد کوچیکتر از یک بسیار به یک نزدیک میشیم مقدار تابمون میشه یک. حد راست منفی یک، حد چپ یک، پس تابع در این نقطه حد نداره. اما بیایم سراغ این جدول. حالا از رو جدول ببینیم داستان به چه شکل. به جای ایکسان 19 میذارم، جزء صحیح 19 میشه 0، هر عدد به توان 0 میشه 1. جزء صحیح 99 هم میشه 0 و باز هر عدد به توان 0 میشه 1. جزء صحیح 999000 هم میشه 0 و باز هر عدد به توان 0 میشه 1. پس وقتی از سمت عدد کوچیکتر از 1 بریم به 1 نزدیک میشیم مقدار تابع ما هم داره به 1 میرسه، پس لیمیت fx x به سمت یک بالا منفی مساویه با یک. حالا از سمت عدد بزرگتر میاد جزء صحیح یک و یک تمام میشه یک، منفی یک به توان یک میشه منفی یک. جزء صحیح یک و یک صدوم میشه یک، منفی یک به توان یک میشه منفی یک. جزء صحیح یک و یک هزارم میشه یک، منفی یک به توان یک میشه منفی یک.
پس وقتی از سمت عدد بزرگتر از یک داریم بسیار به یک نزدیک میشیم، مقدار حد تابع من برابر میشه با منفی یک. پس لیمیت اف ایکس ایکس به سمت یک بالا مثبت مساوی میشه با منفی. حد چپ یک، حد راست منفی یک، پس تابع در این نقطه حرف نداره. داریم این که سوال خواسته که ما این جدول کامل کنیم، پس یه بارم دقیقا به جای ایکسای یک میذاریم، ببینیم مقدار تابش هم میشه. به جای ایکسای که یک بذاریم، منفی یک به توانی یک میشه یک. ولی این ربطی به حد یا مقدار حد تابه نداره، این در اون مقدار تابه است. این اف یکه و با حد اف وقتی ایکس به سمت یک میلو کنه متفاوته. این هم سوال صفحه 262. سوال آخر به همین ترتیب شما میتونید سوال دوم صفحه 263 یعنی در واقع سوال 15 هم گوش بدید. میگه مثالی از یک تابع ارائه کنید که حتی در نقطه 2 مساوی منفی 1 باشد، حدش در 2 مساوی منفی 1 باشه، یعنی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 2 بشود منفی 1 و در نقطه 3 حد نداشته باشد، لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 3 حد نداشته باشد، ولی اف 3 1 باشد، اف 3 1 باشد، ولی در نقطه 4 تعریف نشده باشد، پس اف 4 تعریف نشده ولی حد تابع در نقطه 4 برابر 3 باشد، لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 4 برابر با 3. خب بچه ها سعی کنیم یه همچین تابعی رو رسم کنیم. تابع من قراره که در نقاط 2 و 3 و 4 یه سری ویژگی هایی داشته باشه، پس من فقط با قسمت مثبت محور کار دارم. قراره که لیمیت اف ایکس وقتی ایکس به سمت دو میل میکنه بشه منفی، یعنی چه از راست چه از چپ به خط ایکس مساوی دو که نزدیک میشن قراره مقدار تابع من بشه منفی، یعنی از راست و چپ هر دو بار به منفی یک برسم. خب حالا میتونه مثلا یه همچین حالتی داشته باشه، فعلا ادامه نمیدم چون میخوام بقیه سوال رو بخونم ببینم دیگه باید چه اتفاقی بیفته. پس لیمیت اف ایکس ایکس به سمت دو قراره بشه منفی یک، پس در دو طرف نقطه دو چه از راست چه از چپ باید به عرض منفی یک برسیم. حالا این منفی یک توپر باشه یا توخالی گفتم هیچ فرق نمی کنه، حد تابه ربطی به توخالی یا توپر بودن نقطه نداره، پس اگه اینو توخالی بذارید درسته، توپر هم بذارید درسته. حالا لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 3 گفته وجود نداشته باشه ولی اف 3 بشه یک، اف 3 بشه یک، یعنی من اینجا حتما یه نقطه توپر داشته باشم. حالا با توجه به این که میگه که حد تابه موجود نباشه، پس مثلا میتونیم الان حد چپ و همون یک در نظر بگیریم ولی حد راست رو یه عدد دیگه در نظر بگیریم، مثلا حد راست به دو میل کنه، حد چپ به یک. و بعد گفته اف چهار تعریف نشده باشه ولی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت چهار سه باشه، پس من باید از دو طرف که میام حد تابم در نقطه چهار بشه سه، پس از هر دو طرف قراره به عدد سه برسم. پس مثلا یه همچین شکل، الان چه از راست چه از چپ وقتی به چهار نزدیک میشیم مقدار تابمون داره میشه سه و در این حال اف چهار هم تعریف نشده. این نمودار به همین شکلی که میبینید الان تمام ویژگی های مورد نظر طراح سوال رو داره. الان لیمیت اف ایکس ایکس به سمت دو میشه منفی یک. حالا میگم این میتونه توپر هم باشه چون راجع به اف دو نگفته اف دو تعریف نشده باشه، پس میتونه تعریف هم بشه میتونه تعریف نشه، یا حتی میتونه این نقطه توخالی باشه، مثلا یه جای دیگه نقطه توپر بذاریم مشکلی نیست.
بعد میگه که تاله در نقطه 3 حد نداشته باشد، این این معنیه که باید حد راست و چپش در نقطه 3 متفاوت باشه، ولی FSA بشه 1. خب FSA بشه 1 یعنی نقطه 3 و 1 رو نمودار تابع داشته باشیم، ولی حد راست و چپ متفاوت. و بالاخره میگه که F4 تعریف نشده باشه، پس در نقطه 4 من به هیچ عنوان نباید نقطه تو پر داشته باشم، ولی لیمیت FX به سمت 4 بشه 3، این از راست و چپ که نزدیک میشیم هر دوبار به نقطه برسیم که ارزش برابر 3. خیلی خب همینجا این بحث رو فعلا نگه میداریم تا سر قضایای حد. سعی کنید سوالات دیگه‌ای که در جزء باقی مونده رو خودتون حل کنید، از کتاب‌های کمک آموزشی کمک بگیرید و عقب نمونید. خلاصه به هر حال شرایطی که پیش اومده، اگرچه که باز بهتون میگم ما مثلا فصل سوم کتاب تجربی در سال 12 دوباره حده و مثلا بسیاری از این مباحث رو ما اصلا در کتاب سال 12 دوباره داریم. حالا غیر از این که به هر حال سال 12 ما همه مطالب پایه رو مرور میکنیم، خیلی از اینا رو اصلا به عنوان درس کتاب 12 دوباره باید به شما درس بدیم. اما این خیلی نگران نباشید، یادتون باشه استرس دشمن سیستم ایمنی بدنی، خیلی نگران نباشید، یه مقداری سعی کنید از این فیلم ها کمک بگیرید، کتاب های کمک آموزشی خودتون رو میرسونید انشالله. خسته نباشید.